درزم آلمان خطر استفاده مسکو از سلاح هسته‌ای کاهش یافته صدر اعظم آلمان گفت خطر استفاده مسکو از سلاحهای هسته ای در درگیری اوکراین به دلیل خط قرمزی که جامعه بین علیه روسیه کشیده کاهش یافته است به گزارش تارنمای روزنامه لوموند اولاف شولز روز پنجشنبه با استقبال از این موضع مسکو اظهار داشت در صورت خروج روسیه از اوکراین آماده است با کرملین درباره کنترل تسلیحات در اروپا گفتگو کند بر اساس این گزارش رئیس جمهور روسیه روز گذشته اعلام کرد که تنها در صورت حمله اتمی علیه کشورش از سلاح هسته ای استفاده می کند. زلنسکی جنگ اوکراین سال آینده به پایان میرسد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی تصویری برای وبسایت پلیتیکو مدعی شده که جنگ و درگیری در اوکراین تا سال آینده به پایان میرسد وی درباره پیش بینی پایان جنگ در اوکراین گفت باور دارم که اوکراینی ها سال آینده با نفوذترین مردمان خواهند بود البته در زمان برقراری صلح رئیس جمهور اوکراین در حالی مدعی پایان جنگ در سال آینده شده که دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سهشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت که در حال حاضر هیچ چشمندازی برای آغاز گفتگوهای صلح بین اوکراین و روسیه مشاهده نمی شود. پسکوف همچنین از اعلام دولت اوکراین برای آغاز گفتگوهای صلح بین روسیه و اوکراین و پیگیری خواسته ها و مطالبات و پیش شرط از روسیه باید اراده سیاسی نشان دهد. وی در نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برای آغاز گفتگوهای صلح چه شرایطی را باید رعایت کند گفت: رژیم کیف باید اراده سیاسی و تمایل داشته باشد به بحث درباره آن مطالباتی که از روسیه دارد و همه میدانند پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست سران گروه 20 جی 20 که به صورت تصویری در آن صحبت می کرد برای آغاز گفتگوی صلح و پایان جنگ با روسیه ده شرط از جمله این شروط را مطرح کرد احیای تمامیت ارزی اوکراین احترام به منشور سازمان ملل متحد جبران خسارات ناشی از جنگ مجازات تمام جنایتکاران جنگی زمانت دادن به اینکه اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد مقامات ارشد دولت روسیه پیش از این در واکنش به این شرطهای جدید رئیس جمهور اوکراین برای آغاز گفتگو تاکید کرده بودند که چنین شرطهایی قطعا بیمیلی کیف به گفتگو و بحث را نشان میدهند پوتین خطر بروز درگیری هسته ای بالاست اما ما دیوانه نیستیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که خطر جنگ هسته ای در حال افزایش است اما تاکید کرده که روسیه دیوانه نشده که آغازگر استفاده از سلاح هسته ای باشد او در سخنرانی در نشست سالانه شورای حقوق بشر روسیه که یک نهاد تحت نظر دولت اوست تاکید کرد که روسیه تنها در پاسخ به حمله طرف مقابل سلاحهای کشتار جمعی به کار خواهد برد رئیس جمهور روسیه که گفته می شود انتظار داشت ظرف چند روز در جنگ اوکراین با ادامه درگیری اذعان کرد که جنگ در اوکراین میتواند یک فرایند طولانی باشد ظرفیت روسیه برای استفاده از تسلیحات هسته ای از زمان حمله به اوکراین در ماه فوریه تحت نظارت بیشتر های غربی قرار داشته است پوتین که از طریق ارتباط ویدئویی از مسکو در مورد چشمانداز جنگ هسته ای سخنرانی میکرد هشدار داد این تهدیدی در حال افزایش است پنهان کردن آن اشتباه است اما او تاکید کرد که روسیه تحت هیچ شرایطی آغازگر کاربرد این تسلیحات نخواهد بود و هیچ کسی را با زراتخانه هسته‌ای خود مورد تهدید قرار نخواهد داد. ولادیمیر پوتین گفت ما دیوانه نشده ایم. میدانیم سلاح‌های هسته‌ای چیست و افزود در نظر نداریم دور دنیا بگردیم و این سلاح را مثل شمشیر در دست بگیریم و دیگران را تهدید کنیم. او در این حال گفت که روسیه دارای پیشرفته‌ترین تسلیحات هسته‌ای در جهان است و استراتژی هسته‌ای خود را با آمریکا مقایسه کرد. گفت که آمریکاییان که به گفته او با استقرار تسلیحات هسته‌ای خود در سرزمین‌های دیگر از روسیه فراتر رفتند رئیس جمهور روسیه گفت ما در قلمروی کشورهای دیگر تسلیحات هسته‌ای از جمله تسلیحات اتمی تاکتیکی نداریم اما آمریکایی‌ها در ترکیه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی این نوع تسلیحات را مستقر کردند پوتین قبلا تاکید کرده بود که دکترین هسته روسیه فقط استفاده دفاعی از سلاح های هسته را مجاز می ولادیمیر پوتین که ظاهرا متوجه شده که برنامه او برای ادعای پیروزی چند روز پس از حمله به اوکراین ناکام مانده از آن کرد که جنگ می تواند یک فرگنده طولانی باشد با این حال او گفت که نتایجی که تاکنون به دست آمده مهم بوده و به سرزمین های اوکراین که روسیه با برگزاری رفراندوم تحت نظر نیروهای نظامی مدعی مالکیت آنها شده اشاره کرد او گفت که الحاق سرزمین جدید دریای آزوف را که در مرز جنوب شرقی اوکراین و مرز جنوب غربی روسیه واقع شده به دریایی درون مرزی روسیه تبدیل کرده است و افزود که این آرزوی پتر کبیر بوده است ولادیمیر پوتین پیش از این هم خود را با پتر کبیر مقایسه کرده است با وجود ادعای مالکیت بر مناطق خرسون زاپروژیا لوهانسک و دونسک روسیه هنوز نتوانسته هیچ یک از این مناطق را به طور کامل تحت تسلط خود بگیرد ماه گذشته نیروهای روسیه مجبور شدند از شهر خرسون عقب نشینی کنند خرسون تنها مرکز استان بود که روسیه از زمان تهاجم به اوکراین به تصرف آورده بود ناکامی در عملیات زمینی و عقب نشینی در خط مقدم باعث شده است تا روسیه مراکز غیرنظامی نظامی و شهری اوکراین را هدف قرار دهد و کوشیده با حمله به شبکه برق این کشور و قطع برق در هوای سرد زمستان مردم را تحت فشار بگذارد این حملات هوایی صدمات گسترده‌ای به زیر انرژی اوکراین وارد کرده و میلیون نفر را برای ساعت‌ها یا حتی روزها بدون گرما و برق گذاشته در حالی که دمای هوا به زیر صفر تنزل کرده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.